در اوایل سال 1990 بود که فضاپیمای وویجر 1 موفق شد عکس مشهور نقطه آبی کمرنگ را از سیاره زمین بگیرد. در این تاریخ، در حالی که فضاپیما در حال پیمودن مسیر خروجی منظومه شمسی بود، به دستور فضانورد کارل ساگان دوربین خود را به عقب چرخانده و از سیاره زمین که در میان فضای بیکران معلق بود عکس گرفت. در این تصویر زمین در فاصله 6 میلیارد کیلومتری از فضاپیما دیده می شود. در این عکس زمین تنها 0.12 پیکسل اندازه دارد. از این چشمانداز دوردست زمین شاید توجه خاصی را جلب نکند، ولی برای ما قضیه فرق میکند. دوباره به آن نقطه دقت کنید. آن همین جاست. آن خانه است. آن ماییم. بر روی آن همه کسانی را که دوست دارید، همه کسانی را که میشناسید، هر کسی که تاکنون اسمش به گوشتان خورده، هر انسانی که تاکنون وجود داشته، زندگیش را سپری کرده، تمام رنج ها و شادی های من، هزاران دین مطمئن، ایدئولوژی ها و آموزه های اقتصادی، هر شکارچی و غارتگری، هر قهرمان و بزدلی، هر سازنده و ویرانگر تمدنی، هر شاه و رعیتی، هر زوج جوان عاشقی، هر مادر و پدری، هر بچه امیدواری، هر مخترع و کاشفی، هر معلم اخلاقی، هر سیاستمدار فاسدی، هر فوق ستاره‌ای، هر رهبر کبیری، هر شخص مقدس و گناهکاری که تا کنون در تاریخ گونه ما آنجا زندگی کرده است، بر روی ذره‌ای گرد و غبار معلق در نور خورشید. زمین منزلگاه بسیار کوچکی در عرصه پهناور گیتی است. به رودهای خونی فکر کنید که شاهان و فرماندهان جاری کردند تا در شکوه و پیروزی لحظه‌ای بتوانند ارباب قسمت کوچکی از این نقطه باشند. به ظلم‌های بیشماری فکر کنید که ساکنان گوشه‌ای از این نقطه توسط ساکنان به سختی قابل تمایز از گوشه دیگر دیدند. چقدر سوء تفاهم هایشان پرتکرارند، چقدر به کشتن یکدیگر مشتاقند، چقدر کینه هایشان عمیق است. قیافه گرفتن هایمان، خود مهم بینی خیالمان، توهم این که یک جایگاه ویژه در جهان داریم، توسط این نقطه کم نور به چالش کشیده می شود. سیاره ما یک ذره تنهای احاطه شده در تاریکی عظیم کیهانی است. در گمنامی ما در این عظمت هیچ نشانه ای برای کمک به ما از جای دیگر برای نجات ما از دست خودمان نیست. زمین تا کنون تنها پناهگاه شناخته شده برای حیات است. هیچ جای دیگری نیست. حداقل در آینده نزدیک که گونه ما بتواند به آنجا مهاجرت کند. برای بازدید؟ بله. برای اقامت؟ هنوز نه. خواهی نخواهی زمین جایی است که برای مدتی در آن خواهیم ایستاد. گفته می شود که ستاره شناسی تجربه فروتن کننده و شخصیت سازی است. شاید هیچ چیز بهتر از این تصاویر دور از دنیای کوچکمان برای اثبات غرور احمقانه انسان وجود نداشته باشد. به نظر من این تصویر
تأکیدی است بر مسئولیت ما در برخورد مهربانتر با یکدیگر و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ، تنها خانه‌ای که تا کنون شناختیم.